برای تو هم قهوه گرفتم. ممنون. انقدر شب خسته کننده ای بود که وقت نکردم آب بخورم. اونم حد زده بودم. بیا اینم آب بگیر. پا چطوره؟ پام خوبه. چون تو عمل کمکت کردم انقدر بهم توجه میکنی، انقدر به فکر منی؟ کمکت قابل جبران نیست، اما برای اینکه گذاشتی به خودم اعتماد کنم ممنونم. ایلول، میخوای همینطوری به زندگیت ادامه بدی؟ مگه چطوری زندگی میکنم؟ خیلی حریصی، خیلی. کجای این بده؟ دیگه آدم موفقی هستی. اگه بخوای همینطوری پیش بری دیگه نمیتونی از زندگی لذت ببری و طعم زندگی رو بچشی. مثلا چرا هنوز بیمارستانی؟ یعنی به خاطر قهوه و آب؟ چرا؟ روزی چند ساعت میخوابی؟ بگو ببینم. 14 ساعت. هفته ای 14 ساعت برام کافیه. اگه مثل بقیه بودم و به اندازه اونا میخوابیدم تو این جایگاهی که الان هستم نبودم. خب خوشبختی؟ دلیلی ندارم نباشم. این جواب واضحی نیست. میدونی که بزرگترین آرزوی مادرجونم این بود که دکتر بشم و شدم. دوبله شده در استدیو جم. و چون موفق شدم این کارو بکنم خوشحالم، حتی اگه اون نبینه. میدونی که منم به خاطر این موضوع چقدر متاسفم. نتونستم کمک کنم، اما الان هر وقت بخوای کنارتم. نیازی نیست، من دیگه اون دختر محصل نیستم. تو فکر میکنی چون معلمت بودم باهات ارتباط برقرار کردم؟ ببین اگه واقعا اینجوری فکر میکنی معلومه که فقط نوک دماغ میتونی ببینی. من به عنوان معلم نه، بلکه به عنوان یه مرد بهت نزدیک شدم، اما تو متوجه نیستی. نمیدونی از کاری که اون روز کردم چقدر پشیمونم. وقتی برای آخرین بار دیدمت. پر بالای هوایی بخوری. این که گذاشتم اونجوری بری بزرگترین حماقت زندگیمو کردم. معذرت میخوام. چیزی نشد، مشکلی نیست. انگار چون اجازه دادم بری داری منو مجازات میکنی. نه. پس با من دوست میشه؟ نه خیر. تو به همه چی میگی نه. نکنه به نگفتن عادت کردی؟ نه خیر. نه خیر. باشه نه خیر. خیلی خوب، بعد دوباره ازت میپرسم. دیدی هر وقت میخوام با تو جدی حرف بزنم آخرش به جاهای عجیبی کشیده میشه؟ کی میدونه تقصیر کدوممونه؟
دوباره بهت پیشنهاد دوستی میدم، اما ازت میخوام تا اون موقع جوابت مثبت باشه. چشای شما خیلی شبیه چشای لیلاست. ببینم چشمای لیلا قشنگه. به نظرم تو مدرسه خوشگل‌ترین چشای دنیا رو اون داره. چشای شما خیلی شبیه چشای لیلاست. نیلون بیا اینجا. اگه تو نمیای پس من میام. چی شده؟ چیزی نیست. ایلول یه چیزی شده؟ به من نمیگی. میشه به من نگاه کنی؟ تعریف کن. یه بیمار دارم که تو 8 سالگی منتظره تا بمیره. خیلی بده. ناراحت شدم. نه درمانی نه امیدی دارم که بخوام به اون بچه بدم. پس معجزه کجاست؟ ها؟ ایلول اول آروم باش. الان باید برم پیش خانوادش بهشون بگم که شاید داداشش هم همین بیماریو داشته باشه. متاسفم. چطوری بگم؟ باید مستقیم بری سر اصل مطلب. نباید کشش بدی. هر چقدر سعی کنی کشش بدی به اونا امید دادی. اگه با اون امید واهی زندگی کنن دردشون بزرگترم میشه. خیلی بیرحمانه است. آدم ها وقتی این خبر رو میشنون خیلی حالشون بد میشه. شاید صدها سوال براشون پیش بیاد. شاید هم بخوان تنها باشن. ممکنه واکنشایی که انتظار نداری رو از خودشون نشون بدن، اما اونا تنها اون لحظه به یه چیز نیاز دارن، اینکه واقعا کسی باشه که بتونه دردشون رو درک کنه. اگه بخوای میتونیم با هم این کارو بکنیم. و اینم بدون، سخت‌ترین چیزی که تو دوران پزشکی تجربه میکنی همینه. هر کاری کنی هم آسون نمیشه. متاسفانه امیدی بیماری ارثی داره. خیلی ناراحت کننده است، ولی اون فقط 5 یا 6 سال وقت داره. بافته یه عصبیش آسیب دیده. خب درمانش؟ درمان داره مگه نه؟ فعلا نداره. چطوری؟ یعنی چی نداره؟ نمیتونی هیچ کاری بکنین؟ متاسفم. هنوز درمانی برای این بیماری وجود نداره، ولی شاید بتونیم تا یه مدتی درمانش کنیم، اما اینا همش به آزمایش های امید بستگی داره. یه چیز دیگه هم هست، چون این بیماری ارثیه
باید آزمایش کنیم ببینیم وضعیت داداشش چطوریه. جان جانم، قبلا آزمایش انجام دادی؟ نه، یعنی یادم نمیاد. خب پسرتون تو این بیمارستان به دنیا اومده؟ بله. اگه جانم این بیماری رو داشته باشه یعنی چی میشه؟ چون هنوز علائمی نشون نداده، شاید بتونیم درمونش کنیم، شاید بتونیم جلوی بیماری رو بگیریم. این قطعیه؟ میتونیم کنترلش کنیم؟ دکتر ایلول، بهتره اول مدارک پزشکیشو بررسی کنیم. خیلی متاسفم.